سلام، من مریم هستم. اینجا پارسی تیوی با یه برنامه دیگه اومدیم خدمتتون. این بار درباره ماجرای ممنوع تصویری مهران مدیری و کتک خوردنش. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید. قبل از شروع دکمه یه لایک رو بکوبید و ما رو سابسکرایب کنید و برای اینکه قبل از همه از ویدیوهای ما مطلع بشید و اونا رو ببینید زنگوله کنارش رو بزنید. مهران مدیری 18 فروردین 1346 متولد شد. او علاوه بر کارگردانی و بازیگری در زمینه‌های دیگری مثل خوانندگی، مجریگری، طراحی صحنه و لباس، مجری طرح، صداپیشگی و تهیه کنندگی نیز فعالیت دارد. او آخرین فرزند یک خانواده 6 نفری است. 3 برادر بزرگتر به نام‌های محسن، مسعود و مهرداد دارد. از 16 سالگی با تئاتر آشنا شد. ایشون بعد از گرفتن دیپلم وارد دانشگاه شد، ولی به خاطر علاقش به بازیگری دانشگاه را نیمه کار رها کرد و وارد هنر شد. در سال 1368 وارد رادیو شد و در داستان شب به مدت 6 سال به گویندگی پرداخت. مدیری در سال 1372 با بازی در مجموعه طنز نوروز 72 وارد عرصه بازیگری شد و تونست به شهرت برسه. این مجموعه طنز در سال 1372 توسط داریوش کاردان ساخته شد و در ایام نوروز روی آنتن تلویزیون رفت و مخاطبین زیادی را به خود جلب کرد. فریبا متخصص، ارژنگ امیرفضلی و مرحوم داوود اسدی از دیگر بازیگران این سریال طنز بودند. مدیری در همون سال با بازی در فیلم سینمایی دیگه چه خبر، فیلمی از تخمین میلانی، بازیگری در سینما را تجربه کرد. همچنین تا سال 1372 با نمایش‌های زیادی چون شوخی، تلگراف، آرسنال، پانسیون، سیمور، هملت، کیسه بوکس و غیره روی صحنه رفت. او در این دوران به عنوان بازیگر در نمایش‌های رادیویی قصه‌های شب نیز حضور داشت. آغاز شهرت مدیری از سال 1372 بود که در مجموعه طنز دیگر که توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد به عنوان بازیگر و کارگردان حضور داشت. در یکی از قسمت‌های دور همی مهران مدیری گفت که در عملیات ولفجر 8 حضور داشته. از زندگی خصوصی مهران مدیری میتوان به این اشاره کرد که ایشون متأهل بوده و 2 فرزند به نام‌های شهرزاد و فرهاد دارد. شهرزاد دختر او در رشته طراحی لباس و مد تحصیل کرده و با حضور در اکران فیلم ساعت 5 عصر در میان مردم بیشتر شناخته شد و این روزها در زمینه مد و طراحی لباس فعالیت میکنه. اما فرهاد پسر او در زمینه موسیقی تحصیل کرده و برخلاف پدر به بازیگری علاقه ندارد و فعالیت جدی در زمینه موسیقی دارد. چندی پیش این بازیگر و مجری برجسته کشور مهمان یک برنامه زنده شد و درباره خاطراتی که از جبهه دارد و ماجرای ممنوع الکاری و کتک خوردن از حراست تالار وحدت صحبت کرد. این برنامه که به صورت زنده و با حضور تماشاگران در پردیس سینمایی کوروش و پیش از اکران فیلم سینمایی ساعت 5 عصر اجرا شد، مدیری پاسخگوی سوالات بود.
این کارگردان سینما و تلویزیون در ابتدای صحبت‌هاش به شروع فعالیت حرفه‌ایش از تئاتر اشاره کرد و گفت: من پیش از ورودم به تلویزیون هم در تئاتر و هم در رادیو فعالیت می‌کردم. اون زمان یه متن از برشت رو برای اجرا ارائه کردم که با مشکلاتی مواجه شد و من رو به چپ بودن متهم کردن، تا جایی که حراست تالار وحدت اومد و منو بردند و کتکم زدن. اون موقع اوایل انقلاب بود و هیچ کس سر جای خودش نبود و این اتفاق ها می افتاد. مدیری در این گفتگوی زنده به حضورش در جبهه و جنگ نیز اشاره کرد و در پاسخ به سوال کیوان کثیریان درباره حضورش در جبهه توضیح داد: از سال 66 تا 68 یعنی تا پایان جنگ در جبهه بودم و عملیات مرصاد و حلبچه هم نیز حضور داشتم. در جبهه هم هر کاری از دستم برمی اومد انجام می دادم و چند ماه قبل تر یعنی حدود سالهای 65 هم در جبهه برای رزمنده ها از سنگرها نمایش بازی می کردیم. از راه دور به دشمن سنگ هم می زدیم. RPG هم می زدم و مدتی هم راننده ی آمبولانس بودم. مهران مدیری در ادامه و بعد از صحبت‌هاش درباره دوران ممنوع‌الکاری خودش و گروه ساعت خوش بعد از پخش این مجموعه توضیح داد: بعد از ساعت خوش من و همه بچه‌ها حتی عوامل فنی ممنوع‌الکار شدیم، تا جایی که حتی منو به تئاتر شهر همراه نمی‌دادند. اون موقع من قرار بود تو فیلم سینمایی ضیافت ساخته مسعود کیمیایی بازی کنم. گیریم شدم و مقابل دوربینم رفتم، اما از ارشاد اومدند و گفتن اصلا چرا مدیری رو سر کار راه دادیم. من قرار بود تو این فیلم نقشی که فریبرز عربنیا بازی کرد رو بازی کنم. مدتی پیش تصویری منتسب به همسر مهران مدیری در فضای مجازی منتشر شد و به دلیل شباهت‌هایی که به دخترش داره، بسیاری از هواداران آقای بازیگر این عکس را متعلق به همسر مهران مدیری دانستند. شهرزاد دختر مهران مدیری در یک گفتگوی زنده اینستاگرامی به عکس منتشر شده از مادرش واکنش نشون داد. شهرزاد مدیری به همراه دوستش نغمه مرادآبادی از نوازنده‌های کشورمون در این گفتگو به صحبت درباره موضوعات مختلف پرداختند و در بخشی از این صحبت نغمه مرادآبادی درباره عکس منتسب به همسر مهران مدیری گفت: چند وقت پیش عکسی رو تو فضای مجازی دیدم که نوشته شده بود همسر مهران مدیری و من خیلی تعجب کردم و گفتم این مادر شهرزاد نیست و اگر قرار بود مادر شهرزاد خودشو نشون بده و علاقه داشت به این کار، حتما عکسی رو منتشر میکرد و نمیدونم واقعا چرا در تلاشید که ببینید مادر شهرزاد کیست. شهرزاد مدیری هم در واکنش به این عکس گفت: جالبی ماجرا اینجاست که مامان من هم عکس رو فرستاد و به من زنگ زد و گفت: شهرزاد، مردم حق دارن بندگان خدا، به خاطر اینکه منی که مامان تو هم دارم میگم، خانومه واقعا ته چهره تو رو داره و واقعا شبیه من بود. مهران مدیری هم از آن دسته هنرمندانی است که علاقه به انتشار اطلاعات از زندگی خصوصیش نداره و با وجود شایعات فراوان تا به حال هیچ عکسی از همسرش منتشر نشده. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. نظرات خودتون رو پایین همین ویدیو با ما به اشتراک بذارید. همچنین اگه هنوز عضو کانال ما نشدین، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.